سلام، خوش اومدید به یه آموزش دیگه. میرسیم به تنظیمات دوربین. ببینید اینجا من یه دوربین گذاشتم توی کالکشن دو. کالکشن یک هم که میخوره به همین آبجکت هایی که واسه شهرم هست. ببینید من یه همچین شهری دارم. این دوربین ما هستش که توی من کالکشن دو گذاشتم. از اینجا روی این میتونید کلیک کنید و از این قسمت دیتا، این عکس دوربین که اینجا قرار داره، میتونید به تنظیمات مربوط به دوربینتون برید. ببینید از همینجا که من میتونم سویچ کنم، تنظیمات مربوط به دوربین میتونم برم و از روی کیبورد شما نامپد صفر رو که بزنید وارد نمای دوربین میشید و میتونید از پوینت آف ویو یا نمای دوربین فضای محیط سبودیتون رو مشاهده کنید. خب بذارید من این قسمت رو هم روی تیلی ویو پورت بذارم و از اینجا هم میتونم روی متل پریویو بیارم و اینجا هم من داشته باشم. خب ببینید قسمت اول تنظیمات مربوط به لنز. خب تایپش روی پرسپکتیوه. خب از همینجا من تغییرش بدم، شما میتونید همین دوربین رو مشاهده کنید که چقدر فرق میکنه و از همینطور همین نمای پوینت آف ویو خودمون که داریم از اینجا محیط سبودی توی بلندر رو میبینیم. خب از اینجا شما میتونید تایپش رو تغییر بدید. خب به صورت پیش روی پرسپکتیوه و فوکال لنتش روی دوربین ها، دوربین های عکاسی فیلم برداری اینا شما شنیده باشید مثلا 150 میلیمتر یا 200 میلیمتر، مثلا 18 تا 135 میلیمتر یا مثلا 200 میلیمتر یا 300 میلیمتر، اینا شما میتونید تغییرش بدید. ببینید مثلا من اگه بذارم اینا روی 200 بذارم و از اینجا بذارید حالا یه نمایه بهتری رو بیارم، ببینید خیابون رو به این شکل نشون میده. خب من میتونم برگردم روی 50 میلیمتر، اینم که واحدشه و از اینجا هم شما میتونید چرخش دوربینتون رو انجام بدید بر محور X و محور Y. کلیپ استارت و اندش، ببینید این برای زمانیه که ما یه عمق میدانی توی صحنه داریم. خب مثلا اگه اینجا اندش که یعنی همون ماکسیمومش روی 1000 متر، ببینید مثلا اگه من اینو بذارم روی 10 متر باشه، ببین چه اتفاقی میفته، دیگه بیشتر از 10 متر نشون نمیده و اینو من هر چقدر افزایشش بدم، مثلا بزنمش روی 50، ببین تا 50 متر رو نشون میده، دیگه بیشتر از اون رو نشون میده. پس شما اینو خب به صورت پیش‌فرضش کلیپ استارتش روی 0.1 هستش و میشه مثلا روی 1000 یا حتی 10000 بذارید. این حالا بستگی به اون محیطتون داره که چقدر وسیع باشه. ببین حالا من مثلا برم بالا، من یه همچین محیط وسیعی رو دارم، مثلا اون ورش حالا اقیانوس میتونه یه شهر دیگه هم باشه و به نسبت محیطتون شما میتونید این رو به مثلا اونور یه جزیره یا شهر دیگه است. خب اینو میتونید مثلا زیادش کنید. خب دپت آف فیلد اینو من باید بیام پایین، این دیگه الان بالا به دردم نمیخوره، میام پایین که از این موقعیت نشون بدم مثلا روی همین ماشین تاکسیه. این برای چیه؟ این همون فوکوسی که روی سوژه میکنه و پشتش فلو میشه یا همون تار میشه، شما تیکه اینو میزنید اینجا و مثلا من آبجکت هم انتخاب کنم همین ماشینه اینجاست. خب از اینجا اف استاپش، حالا اونایی که بچه‌ای که عکاسی فیلم برداری خوندن کاملا بهتر میدونن، ببینید من اینو اف استاپش رو پایین میارم، مثلا میذارمش روی 1 و 2 یا حتی پایین‌تر. خب اون پشتش فلو میشه، یعنی اینکه تار میشه. ببین من اینو پایین‌ترم که بیارم، شما میزانه محوی و تاری پشت سوژه رو میبینید. از اینجا میتونم تعیینش کنم یا از اینجا هم به صورت دستی میتونم مقدارش رو اوکی کنم. از اینجا میتونم اون کار رو انجام بدم. تیک شما که بردارید غیر فعال میشه و سایر تنظیماتش، بلید و همون تیغه های مثلا مربوط به دیافراگم دوربین و اینا و روتیشن و سایر موارد. از قسمت کامرا سنسورش روی اوتو باشه و میام پایین تر و سیف ایریاز. ببینید این مربوط به همین ناحیه‌ای که ما داریم از توی نمای دوربین داریم مشاهده میکنیم. ببینید مثلا من از این قسمت میتونم یه کات بزنم، این میشه همون سیف ایریاز، همون نقطه امنمون. خب از اینجا اینو دست نزدید، همین حالت پیش فرضش اوکی هست. خب میام پایین تر و از راست بک گراوند ایمیج، اینو من قبلا بارها توی ویدیوها گفتم، ویدیوهایی که مربوط به وی اف ایکس یا جلوه ویژه هست، شما از اینجا میتونید یه دونه عکس یا کلیپ وارد صحنه‌تون بکنید. خیلی راحت ما میتونیم اینجا عکس بیاریم. حتما ویدیویی که مربوط به جلوه ویژه هست رو نگاه کنید. از اینجا اینو مثلا با توی مثالش توضیح بدم، اینجا حالا من مثال خاصی ندارم، از همینجا اوپن رو که بذارید میتونید عکس مورد نظر رو انتخاب کنید و وارد صحنه‌تون کنید. از قسمت ویوپورت دیسپلی
اینجا خب سایز دوربینه. ببینید الان من اینجا که از این نما بذاری بهتون نشون بدم، دوربینم کو آینه، دوربینم اینجاست. من اینجا شکل دوربینو بهتون نشون بدم. ببینید این سایزی که مربوط به همین سایز خود دوربین هستش که به صورت بیش از روی یکه و قسمت لیمیت داره. ببینید قسمت لیمیتش میشه همون نقطه‌ای که داره نشون میده، حالا به صورت یک خط رسم کرده که داره کدوم نقطه رو نشون میده. اما ابزاری که ممکنه براتون مفید باشه اینه که از این قسمت شما میتونید این میزان تاریکی یا روشنایی قسمت نواحی بغل دوربینتون رو که از توش دارید نمای محیط سبودی میبینید، میتونید اینجا رو تاریک‌تر کنید که فقط تمرکزتون بیفته روی همین قسمت دوربین. خب از این قسمت شما میتونید اینو تنظیمش کنید که به صورت پیشواز حالا تا وسطش قرار داره. این میشه تنظیمات کلی همین قسمت دوربین، چیز خاصی هم نداره، خیلی راحت هم هست. به نظرم مهمترینش همین دپت آف فیلده که برای قسمت مثلا جایی که میخواید شما انیمیشن بگید و حالت سینماتیک داشته باشه اینو فعال میکنید و همون فول فوکوسش خب خیلی نکته خیلی مهمیه. خب من نامپد صفر رو از روی کیبورد میزنم و از حالت دوربین اینجا خارج میشم. ببینید شیفت ای رو از روی کیبورد میزنم و از اینجا میتونم یه دوربین جدید وارد کنم. خب دوربین جدیدم میاد همون جایی که تیلد کرسر هم در اونجا قرار داره. ببینید اگه من شیفت رو نگه دارم و کلیک راست کنم، تیلد کرسر رو بیارم این ور و شیفت ای رو بزنم، ببینید یه دوربین که دیگه بیارم، این دوربین جدید من موقعیتش جایی تعیین میشه که من تیلد کرسر رو گذاشتم اونجا. مثلا من الان تیلد کرسر رو میارم این تقریبا همین بالای ساختمون و یه دوربین دیگه بیارم، دوربین من میاد اینجا و قرار میگیره. خور بزرگش میکنم که معلوم بشه. الان من اینجا توی کالکشن شماره 2 4 تا دوربین گذاشتم. این که میشه دوربین صفرم و اینجا 3 تا دوربین دیگه غیر از اون هم دارم. شما میتونید چند تا دوربین وارد صحنه کنید و مدیریت کنید و کارگردانی کار تصویربرداری رو انجام بدید. خب ببینید مثلا من میخوام همین ماشین تاکسی که اینجا قرار داره رو یه انیمیشن بهش بدم و میخوام یه کاری کنم که دوربین با این حرکت کنه. خب ببین مثلا از اینجا شروع بشه و مثلا تا یه خورده فریم صد بیاد جلو تا اینجا. این مثلا چجوری شد؟ همین دوربین صفرمون که اینجاست، من اینو ببرمش این ورتر. خب از اینجا من وارد نمای دوربین بشم، شما این ورم ببینید. خب ببینید به جای اینکه من بیام به صورت دستی اینو بگیرم و ببینید مثلا این الان حرکت که میکنه، خب به صورت دستی اینو بچرخونم، میتونم خب یه کاری کنم روی همین دوربینی که من کلیک کردم. خب از قسمت constraint اینجا شما این قسمت رو باز میکنید، ببینید آپشن های زیادی اینجا وجود داره. خب من میتونم از همین قسمت tracking، خب دنبال کردم میشه، track to رو بزنم و از اینجا target هم انتخاب کنم روی همین ماشینه و میبینید دوربین من الان همون تیک لیمیتی که زدم این خطر رو میبینید اینجا. الان من بذارید افریم صفر که شروع میشه، ببینید این که میره جلو دوربینم دقیقا باش حرکت کنه. خب الان اینجا با تنظیم بشه دیگه، این یه خورده مثلا بذار بدم این ورتر. خب اگه دقت کنید اینجا یه خورده از کادر خارج شده، برای اینکه کادر رو درست کنید وارد تنظیمات همین دوربین میشید و از اینجا خیلی راحت میتونید تنظیمات مربوط به کادرتون رو اوکیش کنید. از همینجا خیلی راحت اوکی میکنید و اینم حالا هر آبجکتی که توی صحنه هست با همین ترک تو میتونید وصل کنید و دوربین باش حرکت میکنه. خب اما بریم برای مدیریت دوربین ها. ببین مثلا الان همین توی پلان اولمون این ماشین تا اینجا میره، من میخوام یه دوربین دیگه هم بذارم، مثلا این پلان تا اینجا قطع میشه و یه دوربین دیگه مثلا اونور یه تصویر دیگه و با یه نمای دیگه همین تاکسی رو دنبال میکنه. خب پس من چیکار میکنم؟ مثلا همین دوربین شماره حالا یکم رو میارم و میبرمش این طرف. ببین من اینو میذارمش اینجا، بذارم بزرگش کنم ببینم دیگه، اسکیلش میکنم، میچرخونمش، میارم عقبتر. ببین از همینجا شما میتونید اینو تنظیم کنید. خب دوربین دوم، دوربین دوی من اینجاست، من میتونم اینجا برات نمای دوربینم هم بشم. خب به جای اینکه من ترک تو بیارم، یعنی به جای اینکه همین سوژه تاکسی رو بگیره، میخوام از یه
روش دیگه استفاده کنم. بذارید من وارد نمای تاپ بشم و از اینجا از واسطه کرو من یه دونه پث توی همون راه رو میارم. کجا رفتهش؟ آه تیلد کرسر من اون ور بود. من یه کنترل زد بزنم اینجا تیلد کرسر بیارم اینجا یه پث بیارم و بالا بیارمش بالاتر. و همین خوبه، همین اوکیه. این میشه پث توی همون راهمون که من یه خطی رو اینجا تا اونجا تعیین کردم. دوباره من روی همون کلیک دوربین کلیک بکنم، مثل همون سری پیش روی دوربین حتما کلیک بشه. از وسط کانسترینت اینجا ببین سری پیش من ترک تور بزنم، این سری من فالو پث رو میزنم، همون دنبال کردن همین خطه. و تارگیت هم میتونم بذارم روی همین این. الان دوربین من این بالاست، اینجا تنظیمش هم میتونم کنم، فیکس پوزیشن رو میتونم بزنم، کرودی ریدیوس و فالو کرو هم میتونم بزنم و ایناش اوکی میشه. و از این قسمت هم میتونید توی حالا محور ایکس و وای یا هر جایی که هست این قسمت هم میتونید تعیینش کنید. و از اینجا آفست فاکتور، خب از این قسمت ببینید از اینجا بازی یا انیمیشن دوربین من دقیقا اینجا اوکی میشه. خب ببین الان این محور وای من میتونم روی ایکس بذارم که بیاد روی همین خیابونه، این دقیقا میاد میفته اینجا، اینجا هم که آفست فاکتورشه. خب از همینجا من میتونم یه کیفریم بهش بدم. البته خب یه چیزی هم هست ببینم، این ماشینه تا اینجا، از اینجا از همین فریم من میتونم بهش یه کیفریم بهش بدم، از اینجا شروع بشه و بیاد حالا تا اینجا دوباره یکی فریم دیگه. این اینو قشنگ دنبال کنه، دقیقا همون رو دنبال میکنه. خب حالا یه چیز که میمونه سویچ کردن بین دوربین هست. من صفر از روی کیبورد بزنم از حالت دوربین خارج بشم. ببین این خیلی راحته، این دوربین یک منه از همین فریم تا اینجا میاد. ببین مثلا من میتونم توی فریم حالا یه 83 یا 84، خب اینجا من کنترل بی رو از روی کیبورد میتونم بزنم. ببین اینجا یه کامرا واسه من تعیین میکنه. خب بعد میتونم که یه فریم برم جلوتر، مثلا 84 یا 85، وارد دوربین بعدیم میشم و از اینجا وارد نمای دوربین دومم میشم که میشه کدوم؟ این میشه. ببین این دوربینم اینجا میشه، اینجا هم من یه دونه کنترل بی رو میزنم. ببین اسم دوربین رو هم اینجا مینویسم. حالا من دقیقا اینجا تعیین نکردم، بعد اینجا مینویسم دوربین 1 اینجا 2. حالا اتفاقی که میفته الان وارد نمای دوربین که بشم، ببین این دوربین یک منه و اینجا خودش سویچ میکنه به دوربین بعدی. با همین روش شما میتونید دوربین ها رو سویچ کنید. برای دوربین های دیگه هم همینطوره، حالا دیگه من انجامش نمیدم ولی خب روندش همینه. مثلا همین دوربین 2 یا 3، حالا دوربین 3 هم که اینجا هست، ببین مثلا روی فریم 140 میام و اینو من انتخاب میکنم اینجا و یه دونه کنترل بی میزنم. ببینیم میشه کامرای سوم، میشه کامرای سوم. از همینجا هم من میتونم یه انیمیشنی بهش بدم. ببین این یه خوره میتونه بیاد این ورتر. خب مولدن میشه این. ببین این میشه دوربین یکم، دوربین دو سویش روی دوربین بعدی. به همین راحتی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب این بود نحوه کار با دوربین توی بلندر و تنظیماتش. برای دیدن آموزشی بیشتر به کانالم سر بذارید، دنبال کنید و حتما لایک و کامنت بذارید. من نظراتتون رو میخونم و تا یه ویدیو دیگه میبینمتون.